آقای دکتر، این گزارش مربوط به اهدای دست‌نوشته های هوشنگ گلشیری به دانشگاه استنفورد رو که در اندیشه پویا شماره 33 در ایران چاپ شده حتما ملاحظه کردین. در این چندین صفحه این مجله آمده است که گلشیری با داستانهایش و با عشقش به ادبیات لایه‌های هستی ما را روشن می‌کرد. او روشنفکری تمام وقت بود، ذهنش دائما کار می‌کرد و آماده هر چالش فکری به نظر می‌آمد. ملاحظه فرمودین دیگه؟ بله، خوندمش. گزارش بسیار جالب مفصلی است از بخش مهمی از اونچه که در اون کنفرانس گذشت. بعضی از مقالات رو چاپ کردن، بعضی از مقالات رو تصمیم گرفتن چاپ نکنن. چرا؟ والا مقاله‌ای که از من بود یا حتی اگر توجه کرده باشید اسم من رو هم در اونجا کاملا حذف کردن، ولی من حذف می‌زدم که حذف می‌کنم برای اینکه به رغم اونچه که آقای وزیر ارشاد اسلامی گفته، دی هستن در ایران که ظاهراً ممنوع ذکر هستن و بنده خوشبختانه مثل اینکه یکی از اونا هستم و هر جا که اسمم بوده ظاهراً حذف کردن و اشارات به صحبت من رو که اصلا کنفرانس رو در واقع من آغاز کردم، صحبت اولم و صحبت آخرشم با من بود، ولی اصلا اونا واقعاً مهم نیست. من خیلی خیلی خوشحالم و متشکرم از گردانندگان مجله که به هر حال سعی خودشون کردن و این گزارش مفصل رو در مورد گلشیری که او هم مدتی ممنوع ذکر بود در ایران تهیه کردن. به آثار مختلف گلشیری اشاره کردن، از جمله به یکی از مهمترین اون آثار که من وقت ترجمهش رو داشتم، کتاب شاه سیاه پوشان که یکی از به گمان من درخشانترین کارهای گلشیری است و وصف تکان دهنده از وضع زندان جمهوری اسلامی و بلایی که بر سر روشنفکرا و بر سر زندانیهای سیاسی و بر سر بعضی از مجاهدین خلق. یکی از قهرمانهای اصلیش یک مجاهدی است به اسم سرمد که در مدرسه تواب سازی آقای لاجوردی تواب شده و حالا کارش تیر خلاص دادن به همرزمان دیروزشه. واقعا داستان تکون دهنده زیبایی است. و خلاصه اینکه سخنرانی آقای بیضایی چاپ شد، سخنرانی خانم طاهری چاپ شد، سخنرانی باربد گلشیری چاپ شد، هر کدوم با حذف و تعدیل هایی. سخنرانی رضا فرخ فالز و سخنرانی یکی دیگه از سخنرانی هم چاپ شد، الان دارم سعی میکنم یادم بیاره چون دو سه روز پیش مطلب بخوندم. خیلی خوشحالم که اونا همه چاپ شد و خوشحالم که مردم دیدن چه مجموعه ایست که الان در استنفورد هست، چه مجموعه بزرگی است، چه مجموعه مهمی است. و یک نکته دیگری هم که من در اون صحبت ها بهش اشاره کرده بودم و توی این مطلب راه پیدا نکرده اینه که من از تمام کسانی که نامه ای از گلشیری دارند یا یادداشت ازش دارند یا کتابی که حاشیه ای از اون درش هست، اگر راغب هستند برای اینکه این مجموعه در اینجا کامل تر بشه اونها رو به استنفورد بفرستند، به ایران شناسی استنفورد بفرستند، ما اون رو جزء این مجموعه خواهیم کرد. و در این حال هر کسی که نامه‌ای بفرسته یا سندی بفرسته، اون سند رو به عنوان سندی از گلشیری که از طرف فلان کس به ما داده شده در اونجا ذکر خواهیم کرد. مثلا چندین سند از یکی از دوستان آقای گلشیری، آقای مهندس شادزی، به ما داده شد. اون نقاشی که در اون پشت سر من می‌بینید نقاشی است که ایشون از گلشیری کردن، اون رو تقدیم به دانشگاه کردن. ما همه اینها رو به عنوان هدیه های این افراد با ذکر نامشون در به اصطلاح
شناسنامه اون سند وارد خواهیم کرد و امیدوارم که این مجموعه مهم اینجا کاملتر بشه. به لحاظ همین چاپ این مقاله یکی دو نفر با من در همین 3-4 روز اخیر تماس گرفتن که آیا مجموعه مقاله دستنوشته های نویسندگان دیگر هم دانشگاه میتونه اصطلاح حافظ و امینشون باشه و من طبعا گفتم نویسنده مهمی که در ایران باشه ما خیلی مراقب هستیم که این مجموعه هرچه وسیع‌تر و تعداد نویسندگان اینجا بیشتر بشه. الان فقط هم در مورد ادبیات نیست، ما با شما صحبت کردیم در این مورد. ما قبل از اینکه این کنفرانس رو برگزار کنیم یه ماه قبل 94 جعبه از اسناد اردشیر زاهدی رو در دانشگاه آوردیم که به زودی داریم منظمش میکنیم. دانشگاه الان داره یه نفر رو استخدام میکنه که فقط این اسناد رو طبقه بندی بکنه و امیدواریم در آینده نزدیکی هر دوی این مجموعه رو بتونیم به شکل دیجیتال در اختیار محققان در هر جای ایران و جهان موسع که هستن قابل دسترسی بکنیم. ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر میلانی، این شاه سیاه پوشان در ایران چاپ شده؟ نه خیر، در ایران چاپ نشده، در خارج چاپ شده و در واقع این متن نیست که من در اون کنفرانس ما صحبتش رو کردیم. یکی از مواردی است که در اینجا خب طبعا من میفهمم چرا ولی هست شده. این متن رو هوشنگ گلشیری به شکل تکه هایی از هم جدا در چندین پاکت برای من فرستاد بدون اینکه اسم خودش رو پاکت ها باشه. من اولیش که در اومد چند صفحه نامرتب بود از یه متنی، من خوشبختانه ننداختمش بیرون، فکر کردم که معلوم نیستین چیه. چند روز بعد بخش دوم، بعد بخش سوم، بعد همه رو که کنار هم گذاشتم، صفحات رو که مرتب کردم دیدم یک اثر درخشانی است و در یکیش یه نامه از گلشیری بود با خط خودش، بدون امضا البته، ولی با خط خودش که من خوب نشناختم، نوشته بود که اگر تونستی اینو ترجمه کن بدون اسم من چاپش بکن. من هم با اسم مستعار منوچهر ایرانی ترجمهش کردم در انتشارات میج در درش آورد. چندین چاپ هم شده بر اساس ترجمه در واقع انگلیسی. اول یه ترجمه آلمانی بسیار درخشانی ازش چاپ شد، بعد الان فکر میکنم ترجمه فرانسه هست و اول بار که به صراحت من گفتم که این کار گلشیری است وقتی است که گلشیری متاسفانه فوت کرد و در مقاله‌ای که در بابش توی نیویورک تایمز نوشتن من اونجا برای اول بار به صراحت گفتم که این کار هوشنگ گلشیری است و بعد کتاب اول بار دوباره در فارسی به شکل اثری منسوب به گلشیری چاپ شد ولی الان دیگه منسوب به گلشیری نیست، اثری است از هوشنگ گلشیری و یکی از آثار درخشان و به گمان من بسیار ماندگار از هوشنگ گلشیری است. من تو کنفرانس واقعا به این نکته اتفاقا اشاره کردم که با اینکه گلشیری در زمان خودش بسیار معروف بود، شازده احتجابش یکی از رمان‌های بسیار پرفروش بود، بره گم شده راهیش پرفروش بود، دو تا از کتاباش به شکل فیلم در اومده بود، جزء دبیران کانون نویسندگان بود، جزء هیئت دبیران مجله نقد آگاه بود که واقعا یکی از درخشان ترین دوره های 4-5 شماره بیشتر نیست ولی 4-5 شماره دورش که هست کارهای درخشانی در اونجا چاپ شده. به رغم همه اینها، یعنی به رغم معروفیتی که گلشیری داشت، من گمان میکنم گلشیری از اون نویسندگانی است که هر چه زمان میگذره هم شهرتشون و هم ارزیابی از اهمیتشون بیشتر و بیشتر خواهد شد. بعضیا زمان دشمن معروفیتشونه، خودشون که نباشن، خودشون که میراث شهرت خودشون رو دائم تغذیه نکنن، زمان به خصمشون تبدیل میشه. بعضیا مثل گلشیری زمان دوستشونه و هر روز قدرش، قدر آثار درخشانش، قدر مقاله های واقعا پرمغزی که نوشته، قدر
مقدار وقتی که برای کمک به نسل بعدی خودش از نویسندگان صرف کرد، اون جلسات پنجشنبه ها و جلسات قصه خونه ای که میگذاشت، اینها بیشتر و بیشتر شناخته خواهد شد و به گمان من به عنوان یکی از مهمترین چهره های ادبی قرن اخیر ایران شناخته خواهد شد. و ما این بخت بلندمون هست که خانواده گلشیری دانشگاه استنفورد رو برای حفظ این مجموعه بسیار بسیار نفیس انتخاب کردن. آقای دکتر، خود ایشون در زمان حیاتشون این کار نکردن؟ خودش در زمان حیاتش اینها رو نمیتونه به ما تقدیم نکرد، ولی معذرت میخوام، خواهش میکنم، من امیدم این است که فکر کنم، یعنی میتونم فکر کنم که انتخاب دانشگاه استنفورد تا حدی به خاطر این بود که دانشگاه استنفورد به هر حال استنفورد و توان حفظ این کارا رو داره، ولی در این حال به لحاظ این هست که خانواده گلشیری میدونست که من ارادت زیادی به او دارم و او هم وقتی که یکی از مهمترین و حساسترین کارهاش رو میخواست در خارج چاپ بکنه، به هر حال اون رو به عهده من گذاشت و این باعث افتخار من بود در اون زمان، هنوز هم باعث افتخار من هست و امیدم این است که این انتخاب به جمعی این لحاظها بوده. ولی نکته جالبی که در مورد گلشیری هست اینه که در زمان حیاتش شروع میکنه این پرونده ها رو، در واقع این دست نوشته ها رو، این روایات مختلف رو حفظ کردن. این خودش کار بسیار مهمیه به گمان من، اینکه بدونه که مثلا پنج روایت از این شاه سیاه‌پوشان، از اون روایت اول تا پاکنویس دوم تا پاکنویس سوم تا پاکنویس نهایی، هر کدوم اهمیت داره. محققین در آینده میتونن با مقایسه اینها ببینن چه تغییراتی داده، سبک کارش رو بهتر بشناسن. واقعا هزاران یادداشت داره در مورد ادبیات که مطالعه کرده، همه اینها رو حفظ کرده. یه دیسک کامپیوتری برای ما فرستادن که این دیسک قفل بود و خود خانواده گلشیری هم نمیتونست این قفل رو باز بکنه. ما یک کسی رو در استنفورد سراغ کردیم، یک جوان ایرانی که تو این کار بسیار بسیار کار کشته است. او از سر لطف به دانشگاه، از سر علاقه به گلشیری، هفته ها وقت گذاشت تا کلید این دیسک رو شکست و ما تونستیم بازش بکنیم و بیش از هزار پرونده از یادداشتاش بگیرید تا داستانهای چاپ نشده ازش، همه تو اون مجموعه هست و اون مجموعه رو ما دوباره در اختیار همه خواهیم گذاشت. یکی از بحثای درخشانی که باربد گلشیری در دانشگاه مطرح کرد تو این کنفرانس، این در واقع اخلاق چگونه استفاده کردن از این اسناد و مدارکی است که تا به حال چاپ نشده. یعنی اگر داستانی خود گلشیری چاپ نکرده، ما مجازیم این رو در اختیار محققین بذاریم. اگر اون خودش نمیخواست این چاپ بشه، ما تا چه حدی باید این رو اسباب در واقع چاپ بشه یا توضیحش رو فراهم بکنیم؟ طبعا ما هیچ چیزی رو بدون اجازه خانواده گلشیری چاپ یا حتی علنی نمیکنیم، ولی بحثای جالبی درگیر میشه. مهمتر از همه گام اول خود گلشیری است که اینها رو حفظ کرده، گام دومش گام خانواده است که اینها رو در حراستش کشیده و اونقدر بهش علاقه داشته، به این آثار علاقه داشته که فکر کنن امن‌ترین جایی که میشه در اختیار وسیع‌ترین تعداد محققین قرار داد و میشه ازش حفاظت کرد. یعنی کلی خرج داره حفاظت از اینها، اینها رو در پرونده هایی بذاریم که زمان و اسید پرونده داغونش نمی کنه، در یک جایی بذاریم که هر کسی که میاد با در عین احترام و مراقبت از متن به متن مراجعه بکنه. خب اینها کارکشتگی میخواد و خوشبختانه دانشگاه استنفورد این کار رو میتونه انجام بده و همونطور که گفتم امیدوارم که تعداد بیشتری از نویسندگان و هنرمندان قدر ما همین راه رو برن. همین راه رو برن. آقای دکتر، شما از کی و چگونه با گلشیری آشنا شدید؟
من با گلشیری قبل از انقلاب آشنا شدم. در واقع یک سال قبل از انقلاب در منزل دوستی باش آشنا شدم، بعد با فرزانه طاهری همسرش وقتی که به دانشگاه رفتم، دانشگاه تهران، چون من قبل از انقلاب اجازه تدریس نداشتم در دانشگاه، انقلاب که شد برگشتم به سر تدریسم، اونجا فرزانه طاهری رو باش آشنا شدم که در شاگرد دانشکده ادبیات بود، یکی از درخشانترین دانشجویان گروه انگلیسی اون زمان بود و شما ترجمه بسیار شایسته است. دقیقا، و میدونید یکی از خصوصیات جالب گلشیری دقیقا در انتخاب همسرش بود، یعنی همسری رو انتخاب کرد که هم سنگ فکری خودش میدونست هست، میدونست باهاش مقابله خواهد کرد، میدونست میتونه بهش در زمینه‌های کمک کنه. فرزانه طاهری هم در این حال واقعا در تمام اون سالها با دشواری‌های شگفت‌انگیز زیاد، در اینکه ممنوع کار بود گلشیری، از دانشگاه بیرونش کردن، حقوقش رو قطع کردن، کتاباشو بهش اجازه نمیدادن و فرزانه تا حد زیادی بار بخش مهمی از بار خانواده رو بر دوش کشید و نه تنها کمک کرد که گلشیری کارش رو انجام بده، بلکه کمک کرد به تربیت دو تا از واقعا فرزندان درخشان نسل بعد. آربد گلشیری یکی از موفق ترین هنرمندان است که از ایران در اومده، کارهایی که میکنه در سطح بین المللی الان شناخته شده است، و فرزند دیگرشون غزل گلشیری یکی از موفق ترین روزنامه‌نگاران ایران، برای لومون می‌نویسه، مطلب می‌نویسه به زبان فرانسه، و فرزانه نقش بسیار چیزی داشت. بعد از داشتنای اولیه‌مون ما در واقع تمام، خیلی معذرت می‌خوام، تمام 7 سال بعد از 8 سال بعد از انقلابی که من در ایران بودم، من و گلشیری با فرزانه طاهری با همسر اون زمان من خانم فرشته داوران، آذر نفیسی و شوهر آذر نفیسی، یه دوره داشتیم که بعدی که 2 نفر دیگه هم خانم طبری هم بهش اضافه شد، هفته یک بار جمع می شدیم در منزل یه نفری، اون یه نفر غذایی درست میکرد، غذا رو میخوردیم، بچه هامون رو که هر کدوم یکی یه بچه داشتیم اون وقت، بار بعد یه گلشیری یه فرزند داشت، منم پسر داشتم، یه پسر داشتم، بچه ها که میخوابیدن یه 2-3 ساعت اون وقت کار میکردیم، یا متون قدیم فارسی میخوندیم مشترکن، هر کسی اون وقت یه سمینار در موردش میداد، یا اگر چیزی نوشته بودیم، کسی چیزی نوشته بود، برای همدیگه میخوندیم و نقد میکردیم و در موردش بحث میکردیم. جلسات 7 سال هر هفته ادامه داشت با گلشیری و طاهری و آذر نفیسی و شهران طبری و فرشته داوران. من آیا که حالا من میخوام از یه دوست دیگه تون صحبت کنم، البته او در این دنیا نیست، او هم ویلیام شکسپیر. در یه مقاله خواندم که زیر عنوان ویلیام شکسپیر 400 سال بعد چاپ شده، یه 2-3 جمله شو میخوام بخونم، بعد در بالش اگر ممکنه چون خیلی علاقه دارین بهش صحبت بفرمایید. نوشته: آثار شکسپیر بیش از هر نمایش نام نویس دیگری در جهان روی صحنه رفتند و گفته می شود نوشته های او پس از انجیل بیش از هر نوشته دیگری نقل قول شدند. با این حال اسناد معتبر تاریخی موجود در مورد او به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد. در مقابل در مورد زندگی او حدس و گمان و افسانه فراوان است، تا آنجا که برخی از محققان حتی معتقدند آثاری که ما به نام ویلیام شکسپیر میشناسیم در واقع به قلم نویسنده دیگری نوشته شدند. بله، این یکی از تئوری‌های توطئه خیلی جالبی است که در غرب رواج داره، در سال‌های اخیر هم کمی رواجش حتی بیشتر هم شده. 2-3 نفر هستن که کاندید این هستن که قاعدتاً اونها یا جمعاً یا مشترکاً این
مجموعه رو نوشتن، از بیکن بگیرید تا یکی دو تا از اعضای دربار ویکتوریا، گاهی حتی خود ویکتوریا، یکی دو تا از اشراف خیلی مهم، تیمی از اشراف، اینا آدم های مختلف هستن که ادعا میشه نوشتن. ولی اساس این ادعا در واقع به گمان من برای یک فرض خیلی طبقاتی زشتی استواره، چون اساس این است که شکسپیر اونقدر در مورد مسائل فلسفه و جهان و ایتالیا و جاهای دیگه میدونسته که یک فرزند یک دستکش ساز، پدرش دستکش ساز خورده پا بوده در واقع، نمیتونسته اینقدر دانشمند باشه. یعنی فرض طبقاتی این است که در اون زمان، در زمان ویکتوریا، فقط اشراف بودن که به این نوع مسائل اشراف داشتن. به علاوه اون مطلبی که شما خوندید به گمان من از لحاظ تاریخی دقیق نیست، یعنی اینکه ما فقط انگوش شمار اسناد در مورد شکسپیر داریم این درست نیست. ما خیلی اطلاعات الان زیاد داریم، از مدرسه‌ای که رفته، از بعضی از روابطی که داشته، از روابطش با بعضی از اشراف، حتی با برادران شلی میدونیم که یکی از اشرافی که حامی شکسپیر بودن دوست بر خانواده شلی بودن و علاقه ویژه شکسپیر به ایران احتمالاً از همین مجرا وارد میشه. یعنی شکسپیر یه علاقه خاصی به ایران داره، با یک مهر عجیبی نسبت به ایران صحبت میکنه، کاملا متفاوت از مسلمان هاست. یعنی مسلمان ها عثمانی ها هستند و اونها یک نوع خشونتی دارند، وحشیگری درشون هست، یه تهدیدی هستند، ولی ایرانی ها نماینده سلیقه خوش و نماینده یک نظام قانونمندی هستند. و برای من همیشه این کنجکاوی بود که چرا اینقدر بهش علاقش به ایران از کجاست. و یکی از توضیحاتش به گمان من اینه، ما خیلی الان اطلاعاتمون در مورد شکسپیر زیاده و خیلی اطلاعات دقیق تری هست در مورد اینکه چطور حتی بعضی از این نمایش ها نوشته شده، چرا بعضی از این نمایش ها نوشته شده. همین دو سه ماه اخیر مشغول خوندن کتاب جدیدی هستم از آقای شپیرو در مورد یک سال، اسمش هست سال لیر، سالی که شکسپیر لیر رو نوشته، شاه لیر رو نوشته و چند اثر بسیار مهم دیگر رو نوشته. ما حتی میدونیم که بعضی از این اشاراتی که در بعضی از این کارا اومده، مثلا در مکبث اومده، اون آغاز مکبث و اون زنان جادوگر، چرا یه دفعه در شکسپیر این ست زن جادوگر میان اون زبان جادو جنبل رو حرف میزن. الان به نظر میاد که میشه نشون داد که شکسپیر میخواست با پادشاه جدیدی که اومده، جیمز، پادشاه جدیدی که اومده، او به جادو جنبل خیلی علاقه داشت، شکسپیر هم برای اینکه اونو تحبیب بکنه زبان جادو جنبلی رو میاره. ولی زیرکی شکسپیر که از همون زبان جادو جنبلی علیه وضع موجود هم استفاده میکنه. این خلاصه این بحث داغیست و بعضیا بهش علاقه دارن. من اصلا برام خیلی، با اینکه سعی میکنم دنبال بکنم، بحث چیزی نیست، برای اینکه اون یه مجموعه است که واقعا یکی از شگفت‌ترین مجموعه های خرد و زیبایی زبانه. یه نکته دیگه بگم که مثلا ابهام در مورد شکسپیر به رغم این اطلاعات فراوانی که داریم در چه حده، ما هنوز به خط نمیدونیم که شکسپیر آیا کاتولیک بود یا انگلیکان بود یا پروتستان بود یا به نوعی صوفی مسلک بود یا اصلا منکر همه اینا بود، یه نوع اومانیست تازه از عصر روشنگری بود. یه کتابی من دو سال پیش خوندم، یه خانم اشراف انگلیسی واقعا 30 سال زندگیش گذشته، یه کتاب نوشته که در اون کتاب سعی میکنه نشون بده که تقریبا همه 37 یا 38 نمایش شکسپیر در واقع زیر ظاهرشون یه پیام کاتولیکی هست. ما الان خیلی سند داریم که خانواده شکسپیر خانواده کاتولیکی بوده،
و چون در بخش عمده اون زمان کاتولیکا زیر ضرب بودن میکشتنشون، داعشی های اون وقت، داعش فقط در این زمان نیست، در اون وقت هم داعش های مسیحی بودن، داعشی های مسیحی غیر خودشون رو میکشتن، چارپاره میکردن تو لندنی که الان انقدر تجسم تمدنه، مخالفین مذهبی رو چهارپاره میکردن، رسما چهارپاره میکردن، سرشون هم میذاشتن به پول، آویزون میکردن که بقیه عبرت بگیرن. خب شکسپیر پنهان میکرده، مذهبش رو پنهان میکرده، ولی خیلی اشارات زیرکانه ای در اینجا هست که میشه ازش یه چنین تعبیری کرد، کما اینکه در مورد حافظ ما هم همین مسئله هست. میدونی هنوز یه عده‌ای معتقدن که می که در حافظ هست می نیست که میخورده و میزده و کیف میکرده و جهان رو از منظر شوق تازه میدیده. هنوز بعضی هم میگن که این می روحانیست، عرفانیه، می عرفانی. بله، آقای کتکنی هم این اخیراً در بخاره مقاله خیلی درخشانی نوشتن و به کتابی استناد میکنن که از حافظ به عنوان یکی از شاعرهای قدر میخاره یاد میکنه و میگه که او و خیام و یه نفر دیگه سه نفری هستن که بیش از همه می در مفهوم شرابی که امروز ما میگیم، اونی که میخوریم و سر کیف میاییم و عرفانیتی درش جز عرفان برخواسته از روح شاد نیست، میگه حافظ. آقای دکتر کتکنی میگه از قول این کتاب خیلی مستطاب. کتاب کدوم کتابه های دکتر؟ اگه میخواید میتونم پیداش کنم همینجا اتفاقا. فارسیه؟ کتاب فارسیه. بله، چون را گفتید باید پیدا کنم. اسم مقاله هست چند نکته در شعر حافظ، از استاد شفیع کتکنی، در شماره 109 بخاراست و اسم کتابی که در موردش، این شخصی است که در مورد اهل حشیش یک کتاب نوشته و یک کتابی در مورد اونهایی که در خمریات نوشتن و این در مورد اون کتاب. نویسنده معاصره آقای دکتر؟ نه خیر، نویسنده مال قرن، ای درست یادم بیاد، مال مثلا بیش کم هم شاید همزمان حافظه، کمی بعد از حافظه. بله. نه چطور؟ نه چطور این کتاب آقای دکتر تا حالا نامش در میان نبوده؟ والا در بعضی تذکره ها، به قول اهل قدما، و برخی از تذکره ها بوده و این کتاب هم اشاره میکنن که در بعضی کتاب های دیگه ای بهش اشاراتی هست و ازش به اصطلاح استنادهایی شده، ولی در اینجا میگه که به هر حال میگه کسی که به اندازه حافظ غزلیات رسا در وصف شراب، اونچنان که شراب مورد مراد امروزی هاست نه شراب عرفانی، نگفته. و بعد با یه دقت عجیبی میاد دقیقا نشون میده که چطور وقتی که در مورد شراب صحبت میکنه در مورد خصوصیات پزشکیش صحبت میکنه. حافظ از خصوصیات پزشکی شراب، از بدی زیاد شراب خوردن، از اینکه چه شراب با چه غذایی میره، اینا همه شراب مألوف امروز قرن 21 است. شراب عرفانی با غذای مثلا ماهی یا چیز تفاوت چندانی نداره، ولی حافظ کاملا اینا رو میدونسته، میدونسته برای چه حالاتی خوبه چه حالاتی بده. خیلی مقاله واقعا درخشان است. از خیلی ممنون دکتر، شانس آوردم همین جلو بود. شماره چند بخارا بود؟ 99؟ شماره 109 که بعدم در همین شماره یک مجموعه بسیار بسیار جالبی واقعا در مورد آقای جعفری که عکسشون هم رو جلد هست چاپ شده. البته من میگم مجموعه خوبیه، من باید هم بگم که یه مقاله هم که من سالها پیش به انگلیسی در مورد آقای جعفری در کتاب Eminent Persians نوشته بودم اینجا ترجمه کردن و
گذاشتن بعد از مدت ها یه چیزی به اسم من در ایران خوشبختانه چاپ شد و از بخارا خیلی متشکر هستم. ولی مقالات بسیار جالبی از آقای مهدوی دامغانی، از استاد یارشاتر، ریش شارگان، ایرج افشار، بهنود، محمد بوچانی، علی نژاد، خود آقای جعفری، فتح‌الله مجتبایی، آقای پورجوادی، خانم گلستان، آقای کاظم بجنودی، آقای علمی و فرزندشون آقای رضا جعفری که واقعا خدمات بسیار بسیار زیادی خود ایشون به نشر ایران کردن به رغم تمام محدودیت هایی که رژیم برای او و خانوادهشون ایجاد کرده. یه بارم صحبتش شد یه بارم صحبت شد عرض کردم که یک دیکشنر انگلیسی فارسی فارسی انگلیسی خیلی حجیم با دقت فراوان نوشتن چاپ کرد. آدم میده اینا واقعا اصلا در خونشون انگار پدر و پسر بره. یک شم شگفتنگیز انتشاراتی است. آقای رضا جعفری مثلا من اینو از نزدیک میدونم مقدار قابل توجهی سرمایه گذاشتن در اینکه آقای هروی با کمک خانم دکتر زهرا شادمان بتونن یک کتاب 4 جلدی یادداشت‌های آقای هروی در مورد حافظ رو فراهم کنن. یعنی آقای جعفری خبردار شد که آقای هروی چنین مجموعه یادداشتی داره ولی یک کمی سن بالاشون اجازه نمیده که اینها رو طبق بندی بکنه. اومدن از خانم دکتر شادمان خواهش کردن که با ایشون همکاری میکنن، یه پروژه 2-3 ساله رو تأمین مالی کردن برای اینکه این کتاب چاپ بشه. کدوم ناشر دیگری ایران یه چنین چیزی داره؟ و یا کارهایی که امیرکبیر پدر کرده، یعنی واقعا اینها خدمت کردن و تنها چیزی که از جمهوری اسلامی در قبال خدمتش گرفت آقای جعفری زندان بود و به زور و به تهدید و به ثمن بخس بنگاهش رو گرفتن و دادن به حوزه علمیه و دفتر نشر فلان تو قم که داغون کرد. یکی از این بزرگترین انتشاراتی خاورمیانه رو که در اون زمان چیزی نزدیک به 4500 جلد کتاب چاپ کرده بود. امیرکبیر در پایان کار امیرکبیر جعفری حدود 4000 خورده عنوان چاپ کرده بود، خودش و کتابای جیوی که خریده بود. بگذاریم از خدمتی که به چاپ کتابای درسی در ایران کرد. اینو به زور گرفتن به هیچ دلیلی، نه با کسی زد و بند داشت، به دلیل واهی تهمت واهی پیرمرد رو انداختن زندان، به زور مالش رو گرفتن دادن به حوزه. چجور آخه مذهبی است که چنین آدمی رو که مذهبی هم هست، جعفری اصلا انادی با اسلام نداشته، با زور ازش میگیرید و فکر میکنید که اون وقت میتونید این انتشارات رو از طریق این انتشاراتی که به عنف گرفتید، به تهدید گرفتید، به حبس گرفتید، کتاب اسلامی چاپ بکنید. آقای دکتر یه سوال دیگه هم هست. یه خبری بود که خبرگزاری بلومبرگ داده و اون این که یک دادگاه آمریکایی جمهوری اسلامی رو به پرداخت بیش از 10 میلیارد دلار به خانواده قربانیان 11 سپتامبر محکوم کرده. مگه جمهوری اسلامی واقعا دست داشته در کار تا اونجایی که من دیدم 11 سپتامبر؟ قطعا نه، تا اونجایی که من دیدم قطعا نداشت. یعنی اگر کشورهایی که دست داشتن، عربستان خیلی بیشتر افرادش و شهروندانش بودن تا ایران. ولی فکر میکنم استدلالی که کردم، من رأی دادگاه رو و جزئیات دادگاه رو نخوندم، ولی از این رأی ها علیه ایران الان چند بار صادر شده. ولی این یکی اصلا، این یکی خیلی چیز داره ولی به نظر من چیز اجرایی نداره. شاید یه چیزایی اونا میدونن که ما نمیدونیم. ممکنه ما چیزی که آدم نمیدونه که نمیدونه، نمیدونه، من نمیدونم قطعا. ولی اگر بقیه یه چیزها، و میدونید حدث من اینه که اگر واقعا یک چیزی در مورد نقش ایران در سپتامبر 11 بود، اونقدر دشمنان ایران در دولت آمریکا نفوذ دست دارن که اگر چنین اسنادی بود قاعدتا تا به حال
برای افشای علیه ایران رو میشد. من بعید میدونم. آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون، دستون درد نکنه، به خصوص اینکه درباره دوستانتون صحبت کردین. و من حالا بعد این کتاب شاه سیاه‌پوشان فارسیش در اومده در خارج؟ بله فارسی در اومده. بعد برم سراغش. حتما، واقعا کار درخشانی است، برای اینکه هم از وصف زندان‌ها و بعد از نوعی که از نظامی استفاده کرده برای ساختن قصه. خیلی ممنون آقای دکتر. شما متشکرم. شب و روزتون خوش و همچنین شب و روز هم میهنانی که به این برنامه توجه کردن.